اگر دستم رسد بر چرخ گردون از آن پرسم که این چین است و آن چون ده دا مردم داده صد ناز نعمت ده ماهانان جوال عزیزان وطندارای عزیزم سلام امیدوار هستم در هر جای دنیا هستید خوب و خوش و آرام باشید و سلام جداگانه دارم ده هم وطنای عزیزم که در افغانستان هستن و در داخل کشور زندگی میکنن یک سلام جداگانه دارم خدمت تمام فارسی زبانای عزیزم در سراسر سر دنیا امیدوار هستم در هر جای دنیا هستید مهاجرت سرتان تاثیر نکنه و در داخل کشورهایتان هستید خوش به حالتان مثل بعضی ها و ماها مهاجر نشدین و دردایی دور از وطن و دور از فامیل نکشیدین عزیزان من عزیزان امروز در خدمت شما هستم با داستان خودم و دردهای خودم بسیار برادرها و خواهرای ما درخواست کرده بود که خانم جوزجانی ما منتظری داستان خودت هستم عزیزان و ما امروز آمدیم آرزوهای شما را اینجا پره بسازم و داستان خود ما برای شما تعریف کنم عزیزان عزیزان داستان های خوشایند بسیار میشه خوب تعریف کرد و بسیار من روزها که داستانهای خواهرای ما رو میگیرم بسیار اینی بر ما بعض وقتا دردآور هسته و اینا گریان میکنه و من گوش میکنم و خدا کنه که من داستان خود همینطور که خودم قوی هستم برای شما همینطور تعریف کنم عزیزان بعضی وقتا که من داستانهای خواهرای ما رو میگیرم از سراسر سر دنیا عزیزان ما, از کشور زیبای استرالیا از کانادا از یو اس ای از یونایتد استیت که خودم هستم از اروپا عزیزان ما از خب اروپا تمامی شما یک اروپا یعنی نام میبرم فرانسه است عزیزان از جرمنی دنمارک سویدن کل اروپا عزیزان ما حتی از فنلاند فنلند یا فنلاند و از یونان عزیزان از اندونزیا از پاکستان از کشور هندوستان از کشور زبا همسایه ما ایران از کشور تاجیکستان عزیزان در این روزام است از همه جای دنیا ما داستان های خواهرای ما را میشنوم و برای شما اینجا میایم شعر میکنم عزیزان ما و امروز آمدیم داستانی دردناکی از خودم رو برای شما ایجا تعریف کنم و شما بشنوید که یعنی خواهرتان که داستانهای دیگه مردم تعریف میکنه و خود من هم یکی از اونا هستم یکی از برادرای ما در ویدیوهای دیگه من کامنت کرده بود که می خواهر نمی فهمم همی کدام مادم احمق بوده بسیار در سری ظلم کرده یا لی در سری ما خالی میکنه دلش از ما یخ میکنه گفته بود این عزیزان من یعنی ربطی او نداره ولی ما که داستانهای خواهرای ما را میبینم یعنی هر دفعه که من هر داستانی را ویسی یا مسیج را یا, یا زنگ را که من از خوهرهای افغانم میگیرم ولی ما قوی میشم که این را بیایم براتان قوی تر تعریف کنم و هیچ بدنم نلرزم هیچ احساسی ترس و احساس شرم نکنم چون ای قدر ما از دست اینا دیدیم ای قدر دیدیم که یعنی هر کسی برای ما بگویه که ما در افغانستان شوی ما همراهی ما کار کرد من نمیگم که دروغ میگم چون یک, یک خودم بودم که یعنی, یعنی اینا رو برای شما تعریف کنم و شما بشنوین و یعنی بعضی مردهایی که ظلم میکنن یعنی واقعا از مرد بودنش بشرمه عزیزانی ما سالها پیش در ماه جنوری که اینی جنوری دیگه که می آیا اینی که ما افغانستان رو ترک کردم اینی در اول جنوری بود جنوری اینه ای قدر هوا سرد بود یعنی ما در مزار شریف زندگی میکردیم که هر روز این مردکه رفته یک زنه پیدا میکرد خب عزیزانی ما افغانستان ما زنا گوشنه هستن زنای بیوه زیاد هستن زنای مثال امی زنای که شویش میموره کش نمیشه طلاق و قرسم نیست و مردم طلاق نمیگیره ولی زنایی که از ایران میاین عزیزان این اینا چی میکنن اینا از ایت آدم های لوده احمق استفاده میکنن یعنی را زیر یک دانه را رفته پیدا میکرد در حالی که همیشه زاپاس دو تا داشت دو تا زاپاس داشت که مام خانه بودم خانه زندگیشم مجور میکدم جمع میکدم و دیگرایش هایش عزیزان ما در و دیگرایش در اطراف بودن که هرچی پیسه بود عزیزان رفته مصرف میکرد در اونا ای میرفت زنه میگیرفت میگرفت وقت زنه در دروغ و دقل چه قسمی میرفت زن شیرنی خوری میکرد میگفت زن ما بسیار پیر است در هر جای میگفت زن ما پیر است خب یعنی سیزده سال 14 سال پیش 15 سال پیش عزیزان من خیلی جوان بودم کی می رفته پیش مردم مثال یک جای خواستگاری میکرد می بخشید من گلویم خوش شده و نه عزیزان خواستگاری میکرد و ده او پیش اونا پیش برادر یا مثال پدری او دختر یا کاکا و مامایش میگفت چرا زن میگیریم اگه زن نداریم میگفت دارم یک زن دارم بسیار پیر هستم مریض هستم هیچ نمیتونم خانه را جمع کنه اولادایش را جمع کنه من بلایش مانده من میخوایم همین زن را بگیرم که او را برده در پیش فاملش بندازم اینمی خری احمق پیش هر کسی میرفت خویتو تو میگفت در حالی که وقتا من کار میکدم اولاداییم که در حالی که دختران بسیار خود بود بچه هم خرد نبودن یعنی د و سن نرسیده بودن که نه در دفترهای خارجی کار کنند، ولی اینا کار میکرد چون انگلیسی را بلبل وری گپ میزدن بسیار کامپیوتر اینا عالی بود و بسیار اینا زبان انگلیسی هم زبان خارجی را فرانسوی را اسپانیایی را عزیزان من بسیار خوب گپ میزد یعنی ای میرفت و تو میگفت باز اونا میگفت خب خانه کجا هستم میگفت خانه دفلانی جای هستم باز میگفت که بریم خب خانه تا نشان بتیم میگفت نه یالی نرین که خاطر که او زن اولاداش کلان هسته اگر شما برین ببینین مثال شما را ببینه ممکن است که ایران نروم ما مجبور رو به زور برده نمیتانم اینه من دو تا خانه دارم در حالی که خانه از ما بود هیچ چیز نداشتی لوچک تمام خانه از ما بود زندگی از ما بود یعنی عزیزان خانه ای بود که از دروازه خانه اولی که در می آمدی یعنی تو خیال میکردی که چی زندگی جور کرده خود در حالی که بسیار سالها نمی شد از ایران آمده بودیم اینه که آمدیم بسیار من زندگی خوب جور کردم در مدت یک چند سالی عزیزان ای تو یک زن یک روز که ما از بیرون از کار آمدیم بسیار هوا سرد هستم که یک زن تک تک کرد آمد گفت که خوار جان من یک مردم مزار یگان کار که داشته باشم همیشه نمیفهم دیگه اطراف چه قسمی هسته بانی او کده گفت خوار جان میشه یک گلاس او بیتی من گفتم چرا نه بیا خانه برای چای بتم جای او گفت نه او میخورم گفت شما دهی خانه زندگی میکنین گفتم ما چرا گفت خودت دختری خانه هستی یا روسی خانه هستی یا زنی خانه هستی گفتم نه خورک خانه از من هستم مام زنی خانه هستم گفت خو یعنی خانه از خودت هسته گفتم ما گفت مادر اولادا خودت هستی گفتم ما خورک، من مادر اولادا هستم نام شوهرم هم گرفتم گفتم من زنی همو هستم اینی خبر نداشتم که زن آمده خانه زندگی رو ببینه مرا ببینه که ببینم این زن یعنی واقعا کده چوب را میگرده ایده اونا گفته بود زنی ما کده چوب را میگرده این می لوچک خب مردای افغان اینی قلوچک هستن خب دور از خوبا باشه البته خوبای قسمی نیستن عزیزان زن که رفته در خانه در پیش این رو گلاس هاو دادم خانه نامد فقط اما و خورد و گفت خو خیر ببینی خوراک سر تا پای مرمت تسایی کرد ما تازه از کار آمده بودم من از پیشن که کرده بودم نشوشته بودم و کالای این ای خانه میره در شویش قسم میکنه که آه نه. او زن ای زن زی قدر جوان است که خوارش بده البته خوار مرا در پیش او ببینی او را سایکو ای را سایکو ای قدر مقبوله ما چیم که مردکر چی شده که در سر, 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 زنش زن میگیرم خلاص ای که دوباره خانه اینا میره ای بویگین تنبان هر روز می او دختر کت فاملش بریم شما را اینا رستوران می و اینا را میگشتنده و برم براتان ساعت تلا خریده بود عزیزان بر از گوشواره تلا خریده من هیچ بنده خدایش خبر نه در خانه یک کیلو کچالو نمیاره یک کیلو کچالو ما یک چالا پر می کنم. امی پشت موتر گوشت و برنج روغن پر میکنم که امی صدای امی نبرایم باور کنین یگان دفعه که یگان قرومی و با... کچالو میورد اگه او را دخترا یا خودم در دا ما شروع هم باز میگفت امروزی که من کچالو آوردم باز امرو را شروع میکنین چرا یک چیز دیگه بخدا نکدیم به خدا اگه دیگه کچالو بیارم یعنی منظورش که چرا بر من شروع جور کردین خب عزیزم قصه را در دراز کنم یکی رفته خانه اینا قرار بوده که اینا رو دوباره رستوران ببره و برو برای از لباس بخره این مردمی که برای زی دختر میدادم که بودن که زیادتر از ایران آمده بود از اونایی بودن از که می افغان گیرش میامد اینمی این امی لوچ میکدن پول افغانستان وقت پول افغانستان پول ایران که یک همی اوردی بسیار کم میشد شد اوجه باز این ای ازاری بخش میکرد برای از اونا کار می از کار میکرد و از راه گم میکرد مثل سگ جان میکند مثل سگ یعنی کار زیاد میکرد نه که کار نکنه پودری نبود یعنی مثال الکلی و اینا نبود تنها پست به شرفی بود که در خانه بسیار ظلم بود اینمی زنک بازی میکرد اینمی عملش بود دوتا اگه پودر مدر نمیزد که ما بگویم که نه تو تو بسیار در خودش میرسید ای که خانه میره از زنکه ای که در شویش میگه اینا بین خودشان میشه نگفته ای چرا ای تو, ای تو میکنه اگه او زن زوم سال تو باشه که ای اه 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 نمیشه ما نمیتیم دختره دایی اینا بین خودشان میگه خود چیکار کنیم میگه بان یک خوب لیست سنگین ده ای میتیم کی مجبور شوه دختر ایلا کنه خوی بسیار مصرف کرده اگر یال ما بگیم نمیتیم این مصرف پس میگیرم. ما باند سر یک چال بریم عزیزان من هفتاد هزار رفته بود خودش پیسه نداشت یعنی پیسه خودش که میده میده خرج میکرد رفته بود از یک کور بچه همه داشت کور نبود یعنی نامش غلام سرور بودی رو غلام سرور کور میگفتند در منطقه چهار دفعه این همی کور زنش طلاق داده بود خو چهار دفعه پس نکاح کرده بود که برش دفعه پنجم که زنش ایلا کرد اما ملایای خشتگ کشال خشتگنده برش گفته بود این دفعه که تو زن تا طلاق بیتی دیگه نمیتونی بگیریم یعنی زن در زور خودش طلاق میداد باز مولا می سفید میکرد رفته او یک بیادر داشتم و زنش در خانه او میرفت باز پس رفته عروس داشت عزیزان دختر داشت بچه داشت اینم قومی اینم یعنی یک کاکایش یک لب که بچه هایش بسیار خوب بود یعنی دیگاه اینا از دم و عزیزان ما چند تا بینشان خوب داشت دیگاهش جانور بودن رفته بود در پیش کور مغلام سوری کور که ما پیسه قرض بته، ما یک دختر سر ما صدا زده ما میخواهم مورا بگیرم اگه ما او را نگیرم بسیار ننگی بعد است و دختر در سر ما عاشق شده دختر میگه اگر تو مرا نگیری من خودکشی میکنم در پیشو گفته بود که کور بعدا آمد دما قصه کرد عزیزان او کور هم گفته خوب چند پیسه میخوایی یالی گفته بود تو پیسه و کور این همه تو بچه از عربستان روان میکد و از ایران او این همه تو یک روی دو میماند پیسه های او همیشه در دسکاول هایش هم زنش میگفت میگشتیدم تا هر یک که میرفت دسکاول در پشتش بود در بین همه هم پیسه کاش بود بانگ بانگ نمی کور سواد نداشت یعنی کور جای به جایی نبود یا چشمش پایان بود بالا بود در اون مردمی ما مردم خو نام گفتم نام زیاد میشاندیم به خاطر میره را غلام سروری کور را میگفتن عزیزان یک هفتاد هزار پول نقد داشته ده این میتر گفته بو بری اما هفتاد هزار از راه میاره دمو بیادر اما دختری که از ایران آمده یعنی خدا میفهمه و د ایران چند دفعه شوی کرده و از اونایی بود که نی اگه میدیدی خدا نشان نده ایره برای لیست نوشته میکنه که برای یک هزار نفر باید دو تل بگیری یعنی عزیزان تاشتیلایی در مزار شریف یک اوتل بود نو جور شده بود اینی کسایی که خب در افغانستان چطور رسم بود پیسه دارو به پیسه باید اوتل میگرفتن اگه پدر مادر دختر میگفت یعنی این را گفته بود در تاشتیلایی باید شوخینه توی پای تختی کلش در تاشتیلایی شوه در روی لیست نوشته کرده بود دیگه برای دختر 20000 دلار طلا میخری خب دیگه نوشته کرده بود اینی قکالا برای تمام فامیل میکنی اینی قینی 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 اینو چنگی که رفته پا افتار ازار از ازار قرص کرده من داشتم ما داشتم خدا این نمیدادم یه میفهمید که ما داروم خو پیسې مرا می گرفت خو ما از پوت میکردم یگان دفعه می که دنیا ولا قیامت میکرد که پیسه بتی بتی. می که پیسې بیت پول بیت میگفتم گفتم کجاست می گفت تو قا کار میکنی کجا میکنی می گفتم خرج شده عزیزان لیست در پیشی ایمه میمونه ای که لیست در میبینه گفته که ای که زیاد است تو یک دفعه بلبل میشد صدا ای که زیاد است ما یه قسم بیتم پدری کلانی آراز آراز پدر بیادر کلان آروس آرس پدر نداشت تا بیادر داشت که یک بیادرش بسیار کلان سال بود از سری که بسیار کلان بود یعنی پیر بود تقریبا او میگه که این امیه زن شیرنی کده بودن شیرنی خورده شکرده بودن زن شیرینی کرده و ما گفته که زنت پیر است زنت پیر نبوده خوهرم رفته خانه تو رو دیدم زن تو بسیار مقبول است بسیار که این چیزا را که اینا میگه ای در گریان میشه که من اگر در شما راستش می میگفتم یعنی شما باور نمیکردین زنی من از من ناخواسته این یک عمر مکت از زندگی کردم او از من ناخواسته بایدی مردکه میگه خو اگر از تو بود چرا طلاقش ندادی نه من نمیخوایم طلاقش بیتم ولی من میخوایم زجر کورشش کنم باز مردکه میپرسه که زنت چی کار هستم گفته زنم کار میکنه گفته دا کجا کار میکنه گفته زنم هم معلم هستم پروژه میگیره رئیس پروژه هستم گفته این یه خوار به سواد مرا تو میخوای سر یک رئیس پروژه و یک معلم بگیری گفته خیلی من خوار تا نمیگیرم همینجا پیشتان میمانم یعنی فقط ام میاییم میرم شما فقط لست ها کم کنین اینا گفته لیست ما کم نمیکنیم ما ما لیست تازه زیاد ها میکنیم اگه نه قبول نمیکنی پیسه تا نامش بگیریم ما شش نفر ها تو رو قبول بزنیم که تو لش تا جمع نتانی از خانه از اینا که فرداش بود که من سری کار رفته بودم و ای رفته بود پیسه قرض کده بیاره از سری پول و ما هم سر کار بودم که من از سر کار آمدم ساعت ما وقت آمدم خیلی دیر نمی آمدیم پنج بجا ما چار بجه خانه بودیم آمدم که این وقت آمدم کلکین خانه ما روبروی دروازه اولی بود ایدم پشت بخاری عزیزان اینم تو که در ششتا ما که در واز کردم میره دیدم گفتم خدا پرده کنه کی باز چی ما که می تو می میگفتم باز چی شده ای کدام زن همیشه که میگرفت در که میخورد امو پیسه همه میخورد تمام پولش خرج میکرد با را که یا بیاب میکرد یا میزد این قدر از ایجان لط خورده ای که میرفت دروغ میگفت این همی بارها و بارها یک دفعه در ایران در قصد کشتی یک که زده بود که یعنی یک ماه در کوما بود یک ماه زیادتر که کل فامیلایش خبر دارن او رو هم در سر زن زده بود عزیزان خب اونا رو میمانم در قسمت های بعدی باز براتان هر هفته من بر شما وعده کردیم که یک داستان خود بیایم بر شما تعریف کنم عزیزان من خانه ما در آمدم. گفتم سلام کردم آمده گفتا او. گفتم چی شده چرا ناراحت هستی بیا بیشی کار داریم تو را. خب چی کار داری چی شده خدای نکرده گفتم خدای نکرده امیزی مرده یا بچه امیش مرده یا کاکایش مرده یا یگان چیزش البته مرده که مرا کار دارم اگر از من خدای نکرده چیز شبه خوشحال میشم خوشیشتم. خود چی شده؟ نمیشه بگم چطور بگم بری تو ای کس هم در خانه نیسته دختران نیست اینا نام در نوز مزودتر آمده ایم ام دختره که خورترک هم که یک بچه هم در خانه هسته. اینا در اتاق دیگه ای که می دیدن، اولادا در اتاق دیگه می رفتن که ای می زد عزیزان، دو می زد، می زد دو دشنام، اینا ایجا پیش همین ای نمی <تصفح> دیگه نزدیک نزدیک ششتم، گفتم ببینم چی شده؟ گفتم خاله چی شده خدای نکرده کدام اتفاق خراب خونه افتاده بر ما تعریف کن مشکل همیشه حل میکنیم دوتای تای ما یک جای اگه بازم کدام اشتباه کرده کدام دختر بازی داده همیشه برش ما گفتم کدام دختر تو رو بازی داده خویی درد نیست کاری هست که تو همیشه میکنی خو هیچ مشکل نیست بگو من خودم حل میکنم لیست پیش ما یک دختر خودشه ده دو مومند مرا دختر گفتم کدام دختر اینا سایکو چند روزی پیش یک دختر هیده من مسیج میکد که من تو رو دوست دارم من تو رو دوست دارم مام خدا زده اینا گفتم این که من دوست داره بان با ببینم کی هسته که رفتم خانه از اینا من رو کد و اونجا من کلشان دور بر من گرفت که یا دختر رو میگیری یا ما تو رو ایجا دست پولیس رو اوزه میتم من فهمیدم که گپ ده کجا هسته گفتم خو شیرنی خوری هم کدی؟ ها شد دیگه یا گور ما از گوخوری ها زیاد کردیم ولی تو همیشه خانومی کردی و مرا بخشیده گفتم این دفعه فرق میکنه این دفعه از خانم گریا نمیکنم تو بسیار از اشتباه کردی گفتم پیسه از کجا قرض کردی تو پیسه نداشتی میفهمیدم که پیسه قرض میکرد باز میام دنیا را قیامت میکرد که بیتی بچه کلان از خانه ای میکرد ایره میزد او را میزد نمیتی میگفت میکشم گفتم پیسه از کجا کردی پیسه ندادیم گفتم پیسه نداده شیرنی خوری کردی در مزار پیسه نتی بر تو گفتم شیرنی را که نیکی که تو را پیشم نمیمانه گفت نه پیسه ندادیم گفتم خب یعنی من باور کنم آه خیر تو عصبانی نشو ما باز برای تو برای تو مگم که چی شده خو عزیزان من رفتم چای ماندم امی اتاقی که ما پذیرایی ما بود اوپن جور کرده بودیم اوپن اگه دیده باشه مثل آشپزخانه ای طرفش یعنی واز بود خن اتاق پذیرایی ما من رفتم و طرف چای کنم گفتم باش من چای دم کنم از دان که چی شده چی کار کده ای دوباره کدام دست گل دواب داده یک زمینه که از مامایم خریدم عزیزان من یک گوشه او را فروخت گم کد رفت 6000 دلار باور کو که, که شما ندیدین امی صدیش من ندیدم در حالی که پیسهش خودم داده بودم خب من بهترین کار داشتم خودم بچهم دخترم دخترم عزیزان ما. یک کورسی چند صد نفری را من مدیرش بودم که تمام پیسهش در من میامد در جیب خودم میرفت یعنی پیسه بسیار کار میکدیم یعنی میامدم تا خو عزیزان رفتم چای دم کردم آمدم در پیش ای که هم تو همون که مردکای بویگین در دا گردش میکنه اینم تو میشنه اونم هم در دا گردش اینم تو ششته خو خلاصه چای آوردم گفتم بگی چای بخور آسمان در زمین نماده بچه کاکا من ایره بچه کاکا میگفتم چون پدر دوتای ما با هم دوست بود فامیل نبودیم مکت ازنا ولی پدر ما، بسیار با پدر از این دوستی یعنی مثل بیادر بود بخاطر امو پدر من مرا دی دیوانه داد و اگر نه ما کجایی کجا بوت مرا هم کس دی نمی داد اگر پدرش نبودی یعنی خلاص عزیزان تفریح تعریف از خودم نیست و از میگین بس صدیق از یه تعریف نکن خب تعریف نیست حقیقت هستم شاید ویدیوی مرا یک وقتایی ببینه خودش و مثل سگ بشینه پای ویدیوی ما گریان کنه که ما چرا ایت کدم عزیزان رفتم چای پیشش ماندم گفتم بگی چای بخور برای شیرنی آوردم و ایره همیشه دخترهای من میگفت میگفت هر اشتباهی که او میکنه تو باز میشینی پایدست او رو ماساژ میکنی و او را میگه خیر است خب چاره نداشتم عزیزان چاره نبود یعنی چاره نبود که من کار دیگه بکنم چون اولادا ما کلان بود خودم یک آدم در بین منطقه که میششتم این, این نام داشتم اگه مردم میرفت وام میگرفت میامد در تک تک میکرد میگفت تو بیا امرای مبوری که ما وام بگیرم اگه مثال یک زمانت یک کس خواستگاری یک دیگه هرچین همچین سن و سال کلان نداشتم که من یک زن بی, بی آجی بوده باشم یا دیگه بخاطر که نمی مادر استاد میگفت مرا خود مرا کس استاد نمیگفت بخاطر تمام اولادای استاد بودن مادر استاد بچه من هم در دفتر خارجی کار میکرد هم عزیزان من در کورس درس میداد انگلیسی کمپیتر دخترای من هم دانشگاه درس میخوند هم در دفتر خارجی درس میداد هم روزی که در اونجا کار نداشت در که خود ما داشتیم مدیریت میکرد یک کورسی بود که 300 نفر یعنی ما 300 تا شاگرد بود از همه رقم عزیزان چای پشیماندم پایی را چاپی کردم که باش ببینیم چی دادم یعنی روانشناسی ما من, عزیزان ما از او وقت ما یعنی یک روانشناس بودم که من چطور میفهمیدم خو خلاصه ایرا چای پشیمان دوم پایدی سه گفتم خو یا بگو که چی شدم من مشکل حل کنم هر اشتباهی کرده در ما بگو در این خانه هست هیچ کس نمیفهمه کسی هم نمیفهمید چون نمیخواستم کسی خبر شود چون دخترهای جوان بچه جوان من قدر دوستها داشتم که آرزو داشتن دخترش مده دا بچه ام بگیرم باور که دوستای ما بود که هر کدامشان نفرای کلانای دولت بودن بارها و بارها میگفت که دختر برای بچه میخوای شنی کنی بیاین دختر دختر ها بودن که سعی میکردی خب من چونی رای تو میدیدم میگفتم اگر من برای بچه زن بگیرم آبرو ریزی میکنه میکرد این آدم بسیار لچنگ بود خو عزیزان ما یعنی قصه داستان خودم است <تصح> گفت خو اگه بگویم تو دوباره عصبانی نمیشی <تصح> گفتم خنده کردم گفتم معنی عصبانی شدن ما جای میگیره <تصح> گفت نه اینی ما از گوخوری ها زیاد کرده اینم تو گفت گفت از گوخوری ها زیاد کرده و همیشه تو خانومی کرده و گپ نزدی وقتی که جایش میرسید مثل یگان چی باید تان بگویم یکان زن فایشه که زاری میکنه این تا فایشه هسته او گدایگر باز گفتم نه نه بگو گفت من رفتم امو یک شو که سری پول بودم انا رفتم از غلام سرور کور امو تو میگفت کور رفتم افتاد هزار قرض کردم آمدم ده اونا دادم دیگه بیست هزار دیگر برش یک گوشواره و یک ساعت خریدیم دیگه نه بیست هزار دیگر هم اوشاو از ما گرفتن که ما چهار نفر نان میتیم امی عزیزان حساب کرد امی چیز نشدگی که در ما نگفت که دختر آرایشگاه برده بودی ای دختر برده بودی چند بار اینا را نان خوردن و خرید و بر از خرید کرده بودی د در پیش ما گفت ما در این هزار کردیم ولی دروغ گفت گفتم خب حالی چی میکنی حالی چی کردن گفتی حالی اونی دادم گفتم مرا لیست طرف لیست سعی کردم از یک هزار نفر در هتل تاشتیلایی روز عروسی 500 نفر شوخینه که من هم افهامی کویا او 500 نفر یا هزار نفر از کجا میکردن که در تاشتیلایی میوردن نکنم و نانش البته گرفته یک هفته بردن میخوردن من خود تعجب کردم ما که ایره دیدم لستا. گفتم دختر چه قسمی هسته گفت خوبه گفتم اینه اندازه ما یا نی از ما کده مقبولتره تو سایکت گفت نه در تو خونه میرسه گفتم خو یال چی کنیم چی تو چی میگی بیا تو برو امیر پس کن گفتم ما چرا بروم پس کنم خو اگه تو نری که اونا و دختر پول ما رو پس نمیدیم گفتم خب تو را ندی و پول ما دادیم که ما پس بروم تو رو خدا ما هر چی بگی بر تو میخرم اونم او پول اگه تو پس بگیری ما پول بر تو میتم خلاصا یک قدر زورم داده بودی، قدر زورم داده بود که یعنی منفجر میشدم میگفتم اگه ما زور تو برسه ما تو رو تو نمیمانم یعنی باور که هر طرف میرفتم من فقط کد خودم دعو میزدم خدا رو میگفتم خدایا تو چی انسان های کرده از دی سی ما سوخته شدیم لد خوردیم کوفته شدیم میده شدیم تیکه تیکه شدیم میگفتم قواره و ریخت ای و کارای رسای کو خب عزیزان و خلاصه تیر کردیم ولی ما تامی صوب ما فقط دندان میکندم و میگفتم تو فقط باش تو ای خراب شوه باز ببینم دوباره چی میکنی. خلاص عزیزان سوپ صوب چای سوپ که خوردیم دخترا رفتن هر کدامش طرف کارشان بچه ها رفتن دو تا خورترک من خانه که اینا را من او بچه من از دخترک من یک کلانتر بود دخترک خوب پوشاندم بسیار هوا سرد بود یعنی برف بود بسیار یخ بود خنک بود دیگه اینمی مزار و عزیزان سمت شمال زمستانش بسیار یخ میشه یعنی بسیار خنک میشه چای که خوردیم گفتم خب خی بوریم در خانه اونا که من ببینم چی میتونم بکنم ها بوریم بوریم رفت یک موتور مطور موتور مو گفت وقتا همین موتورای موتور سایکل کلان داشت دا پوشتم دا موتور سوار میشه گفتم موتور سوار شویم آه کوچه های او پیاده رفته نمیشه اگر من موتر بگیرم موتر در کوچه اونا در نمی مجبور ما باید در موتور بوریم خواه خب عزیزان ما دیگه گفتم خی باش چادری سر کنم که یکی نبینه در حالی که من چادری سر کدم گفتم حالا یکی ببینه بی مرا کتزی میگه خدا میفهمه دیوانه کی هست که مادر استاد پشت سر باور کنم من کتزی جای نمیرفتم از بس که رخت قیافه ای این ای می تو دیوانه ها وری بود اونم علا علا الکی هست که می افغان ها در دوری گردنش دوری نولش میپشنه الاله هست که فلسطینیا داره اون او سال تا 12 ماره این کتابو آورو ایمارو میبرد خو اینمی در خانه خارجی ها میماده و اینمی آدم های کلان میامد و از تلویزیونی آرزو میامد اینمی هم یک دفعه نمیزه شال در میامد او زن کجاستی؟ زن؟ چی میکنی؟ او زن بارها میگفتم از برای خدا شرمی هیای یک ذره منطقی یک ذره اخلاقی چی قسم هسته که در می اینا خیال میکنه تو مزدور هستی؟ از بس که در خودش نمی رسید دیوانه فکر و ذکرش فقط طرف زنا بود خو عزیزان ما کتزی رفتم دیگه ما کالامالای سعی پوشیدم ایرام گفتم کالامالای تا کالا سعی بکن کتی که میری کالامالای سعی شپوشید پوشید خلاصه ای دختره که خوردم گرفتیم رفتم رفتیم عزیزان که یک جایی میشه نداشته شور یک جای دشتشور میگه تازه هم کسایی که از ایران میامدن اوجه خانه جور میکردن یعنی برق نداشت خیلی جایشان گیل و لای بود یعنی تازانو را زمستان آدم در دا داخل گیل میرفتی کسایی که دشتشور میشتن. اگه صدای مرا می میشنوند خب میفهمن که یعنی دشتشور مزار یک جایی که دی پسان نو جور شده خیلی دمو آخر آخرایش بود اینا اینا عزیزان ما که رفتم و رفتم و رفتیم خلاصه در دا داخل های کوچه اینا می قمی قد چتل می تو در سرای طرف سرک خلاصه یک در بسیار کونه اینا می که در دا زور در می آدم اینا می آینی گک در تک تک و یک پیرمرد آمد کیه گفت در واس کو ماما سلام بیادر یمو دختر بوده ماما سلام این خانوم اومسته طرف مسایی که گفت خانوم دستن خوش آمدین خوش آمدین مک اینا رو دیدم عزیزان خیلی یعنی بدم آمد خب به خاطر چی بدم آمد گفتم امینا یک دیوانه را که پیدا میکنه ایران میمانه که چه قسم دخترش را او پیش کنه ما کتمی بوتایی که در پایم بود کتمی رفتم از روی قالین اینا در خانه اینا تو جایی بود تو شگاه آور کدگی ما در سر بستری اینا ششتم. بسترش همه قبود مثلی من در نظر خودم که یعنی من او را چوکی جور کردم در سر چوکی ششتم مادر ای دختر ای تو میکرد بوتای تا نکشده گفتم نه چرا بوتایم چیز نداره پاک هستم سلام سلام شما معلم هستین گفتم نه من معلم نیستم شما چی هستین و دکتر هستم وی گفتم چرا وی میگه خود درس خواندم دکتر شدیم کار اشتباه خود نیستم ما سر بستر شده می به غیرت د پایین شته قوی غیرت ای به غیرت باز باز گابش می زنم که باز د پیش اونا خود و تو منداخت باز خانه می آمد. چی میکرد خب عزیزان خلاصای دختر خورترگم هم کت ماست نبیگه که یاله کلان شده نام خدا دختر جوان و رسیده چی میگفت مادر خیلی من بوتای من نمیکشم خو خانه اینا بیز چطل هسته نکش گفتم بیا بشی یام نکشید یام همون تو کده آمده سر یعنی اینا رو به خاطر از میکردم از دان که خیلی زورم میداد یعنی میماندون که من چی تو کنم مردم افغانستان چرا قد بشرف هستن چرا قد پست هستن این آروس یک همون تو دیدم که تا من دید گوی اختر رفت دا او خانه گفتم که مادر شایی طرف طرف سعی کردم گفتم آروس کجا هست آروس خانم گفت او رفته اونجا پوت شده میگه باید روی دیدنی بیدیتم بیتا دمه که باز ما بیاییم گفتم ما که نام تو رو ببینیم که روی دیدنی تو بیتم تو بیا مرا بر من روی دیدنی بیتی گفتم برو بگو بیا من گپ دارم امرویش ای که سیاست کدم مادرش ترسید گفت که نمیایی هرچی میگم نمیای زنی بیادرش رفت و رو زیری که ما ایتو میدیدم یک ای تو نگه پوشت گرفته بسیار آو بود بسیار بود کی رفتن او طرف ما چادر زدگی بود که نه فام چادر اینا بر چی زده بودن کاشپسخانه شان بود اینا یک اتاق داشتن یک دانه دالیزه که خیلی چوچه که همه تو من می دیدم که اینا رفتن از زیر چادر ای زیری زیری گرفته آوردن این یک چادر سفید از سرش همه تو کده هم چادر کابلی ها سر میکنم تو ششتا پایان گفتم که نامت چیه؟ ماسومه خوب گفتم ماسمه خانم امرای شوهر من خوب رفته گشته و کل کارا را کدین گفتم یاله سر تا چرا تو پاران گرفته من که و من وقت استم تو قرار است بیای خانه من او oh, هرچه من میگم مگه او گفتم تو که میفهمی تو رو برای چی گرفته ای؟ نه گفتم تو رو برای کنیزی من گرفته چون من دفتر کار میکنم و کار و تو رو برای کنیزی گرفتم من تو رو برای تو رو طرف چهره ما سایی که خود سایی که بیادر ششتا مادر ششتا بیادر دیگه ششتا زنی بیادر ششتا گفت ما را نگفته او تو که تو را برای کنیزی میگیرم گفت خب نگفته اینو ما آمدیم یعنی ما تو را ای تو را برای در سر ما که گرفتم ما تو را برای یعنی یک کار بکنم که اینا پیسه را پس به حالا ما این فکر کردیم کدیم میگم ای تو را برای کاریگری ما گرفته او تو روست برای تو نگفته اینو ما آمدیم برای تو بگویم تو را که من در خانه خود اگه میبرم خب تو خانه تا جدا نمیکنم اونا وجه میری چون من خودم کار میکنم دخترایم کار میکنم ما کل ما دفتر کار میکنیم تو باید غذای ما رو پخته کنی خانه ما رو جارو کنی زرفا بوشی کالا رو بوشی هم زنی باشی این قبول داری دیگه هیچی نمیگه که من بسیار گفتم مادر سایکت گفت من کنیز نمیتون دختر من گفتم خاله جان شیرینی کرده نیالی ما او مردم نیستیم که شما بگین ما نمیتیم ما نکنیم هر رقم باشم از دخترتا میبرم تو نمیشناسی مرا بستم انتقه را گفتم بیا نام مرا بگیر گفتم مرا میشناسم اوه از قواریت معلوم است بسیار زن زرگوی هستی گفتم زرگویی نداره خاله جان گفتم این همیشه من امروز آمدیم که تو تان فیصله کنم که من سر وقت گفتم بر دخترت بفامانم من تو را که میبرم اونجا خانه نمیبرم تو برای کار میبرم فردا نگویی که من کتزی زندگی نمیکنم من برای کار برده من برای ازی و تل برد میگیرم بهترین خرج برد میکنم ولی تو باید کار مرا بکنی چون اگر مقبولی بگی خو من تو مقبول تر با سوادی بگی خود تمام بس هم مرا میشناسم دیگه خلاصه بیادرش از او جخیست گفت نمیتم خوار ما با برو پای مایسه تا پس بگی هرچی مصرف کده پس بگی ایشی میگه. نه نه میشه. پس مایسه تو پس پس مایسی خور پس نمیگیرم من لست نشانش دادم گفتم این لست چیه؟ او لست است او قانونی ما است گفتم ای قانون از کجا در آورده؟ بیا گفتم خو از خود ما در آوردیم گفتم این خوار تا پیشون در بغل بستره پیش من تو رو در خدا گفتم پدر من از من چه قپیسه گرفته که تو از این خوارت اینقدر پیسه میگیری سه از عزیزان قلینی بود نمی فهم موتل بود کی بود کی بود که بود؟ دوم روش و قپای سر ای جانور پیدا نمی تانیست میگرفت گرفت مگه این که چار تا سه تا دختر من یک جای سودا می کردی بدرنگی که یعنی تمام روی هر دانه بود این نمی قمقا که نمی قم شپات رفته زنگ رنگ کرده زرد در سر همی دیوانه ابروهایش هم زرد کرده که او رقم های ایران کرده بوده البته منم نمیفهمم ما تو رنگ زرد و ابروی زرد خوش ندارم عزیزان که خلاصه اینا گفتن ما نمیتیم پیسه تا پس بگیر خب یار پیسه را گفتم که نمیتیم پیسه را بیار خرج هایی که کدین چقدر خرج کردین شوهر ما میگه که ما سر هزار دا اینا پیسه دادیم و بیادرش میگه صد هزار کش است او بیست هزار نان کردیم مردم خورد او بیست هزار دیگر برده کالا خریده بخشه را مادرش را کفت بگیریده که اون در بین اون قد جرسی عزیزان یک چیزهای دیگر که از خودشان وقت زن بیادر رفته جور کرده و چیزهایی که خریده دیوانه کلش گرفته هم و جول پول خودشان آورده گفتم نه میشه کاکا جان دخترت هم ما یلاکدنی نیستیم ما دختر طلاق ملاق نمیتیم شوی ما که گرفته خوب کرده من میگم کاری بعدی نکرده یک مرد چهار تا زن میگیرم ولی ما ما طلاق ملاق نمی کنم نه والله اگه بیتم دست سر تو که دنیا قیامت شد تو هم روز اول خواری مرا اوجا خدا میفهمه چی بلا سرش میاری ما بلا ملا نمیارم برادر هیچ کار نمیکنم فقط دخترت رو برای کار گرفتیم چه روز اول نامدی مرا مگم گفتم روز اول خو ما به کار نبودم سر کار بودم خلاص عزیزان اینا آوردن یک سی هزار آورد در پیش کفت گفت بگی دیگه شا در پیش مامایم هست ماما دا مامایم دادیم قرص یک دیگه او خرج مرجی کدی یک روپه برد نمیتم گو خوردی که خرش کردی نمی کردی آبروی خوار مرم بردی خوار که چنان گریه میکنه هو, هو, هو. آبروی مرا بردی من چل تا خواستگار داشتم یک خواستگار ها آمد ام تو میکنه اکثر یک تو خواستگار ها آمد بعد این طرفش محسومه محسومه گریه نکو محسومه خانم گریه نکو خیر است خیر است من نشدم یکی دیگه طرفش تایی کردم خداوند خود تو رو شرمانه، اما نباشم تو کجا میشی؟ عزیزان چی دیگه موسی از رو گرفتیم خانه آمدیم خانه آمدیم چی میکنه خور رفته جای نماز انداخته در خانه دیگه نمیفهم که صد چند روز هسته در سر جای نماز ششته ای من دیگه در خانه میروم کی در سر جای نماز ششته هم میگم که چی پخته کنم چاشت برد کدام چیز کنم نه نمیخورم برو برو میزنم و تمام دنیا را لیو لبرده میکنم دیگه هیچ چی گفتم خلاص هسته دیگه این یک شربه با پا میکنم عزیزان چیزی جور کرد چیزی جور کرد کنتور برقه میده کرد موتر پا میده کرد بعد شر را بیزن دختر را بیزن این بیزن, بیزن. خلاصه یک به گفته مردم های شیعه کربلای معلا جور کرد که یعنی عادت داشتیم ما هر دفعه که یک خرابکاری میکرد که یعنی او کارش خراب میشد یعنی قیامت میکرد دنیا را که دوباره اونا دوباره رفته پشت در اونا که یعنی بعد از اینکه این کارا را کرد و یک خوب قیامت جور میکرد یعنی قصد کشت مرا میزد اولادا را میزد میده میکرد عزیزان اینمی میتر برق میده میکرد هفته ها ما برق نداشتیم می گفت چرا اون آدم من دخترش نداده و چرا این خرابکاری را میکرد باز می شما جمع کنین خب پشت در اینا رفته بودی ای دختر گفته بود که مکت ما تو مایگ روزم و بیار یعنی پیسه در فامیلم بیتی مکت ما تو مایگ بیا بریم مردوی ما ایران که قبول نکرده بود گفتم من نمیرم ایرم اگه من بگ باید بوری خانه که او گفته بود نه نه من پیش زنت نمیرم خلاصه یک چند وقتی را دختر خانه کتزی گشته بود یعنی تقریبا که یک ماه سرش گرم بود یعنی یک ماه ای گوم بود از سر کار که می آمدم این تیز تیز کالای دیگه شد چنج میکرد میرفت من می میگفتم می گفتم من خیال میکردم کدام دیگر پیدا کرده پسان که فیلم های اورده من نشان داد یک موبایل خریده بود عزیزان من موبایل تجسکرین اینی موبایل کمره داشت تجسکرین میگم او وقتا وقت تجسکرین نبود یعنی رفت که او دختر اگه آیسکریم خوردن میرفت از او فیلم میگرفت اگه از کته نان خوردن میرفت او یک دختری نمیفهم چه قسمی بود او نمیگفته بی که از ما فیلم نگیره اگه میرفت مثال کته دهی ای یک چیز ده او میخرید ایو رو ماش می از او فیلم میگرفت که یک روز که همون تو فیلم ها نشان داد که بیا این جمعت برای تو یک چیز نشان داد گفتم تو مگه ای را به هم نخورد گفت نه ای مرا میگم من تو رو دوست دارم من میکشم خودم من ای تو میکنم و تو میکنم گفتم خیلی تو از او اختال کتایی رفت را داری رابطه داری گفت آه گفتم پس او پیسه سی هم که گرفته بودی او رو برده پس دادی گفت نه او خرد شد خو یک روز دم غروب که می روز دا تقریبا در غروب است که یعنی عصری جمعه که کوری غلام سرور که پشت پیسهش کی ای در آمد مایر قدر بعد می آمد خاطر چی؟ کی همی باور می کنی که جنگ میکردن رفتم رفته می آورد که مایر طلاق می طلاق می داد هر چی مولا می گفت چرا طلاق می طلاق نتی می گفت نی تو فقط نیوشته کو تو نیوشته کو زن از چی اگه زن کتی مادری یک بودو میکرد یا کتی خواری میکرد یا کتی بیادری طلاق میکرد بعد رو بعد از مدتی که او در خانه بیادرش بود که میرفت که اوش کو کسا نگیره میرفت که اوشکو کسا نگیری اولادای روان میکرد و اولادا میرفت پیش مادرش گریان میکرد چهار دفعه اینم زنش اینمی طلاق داد و پس گرفت من این بسیار بدم میامد یعنی از هم بدم میامد از دمو اخلاقی که داشت در عواز کردم خود ما که در زیر اولی نمیفهم دستروی من میشتم دستای میشتم کی در زد که دروازه رو باز کردم دروازه ما بسیار کلان بود یک خورترک هم در مابینش عزیزان دروازه مزار کلشان یک خورترک داره کی در دا پشت در سلام عروسی ماما کفتم علیک سلام آجی بیا من خو یادم بود که پیسه رزی گرفتم بیا میمان خانه دا دار داشتی میره بردم در میمان خانه بخاری را رفتم اکچوب خودی نبود آه روسی ماما چطور هستی زندگی چطور افتم خوب هستم نام خدا نام خدا هر روز از روز دیگه جوانتر میشی طرفش سعی کردم گفتم چشم نکنی سعی نی نه نه آرسی ماما اسپند دوت کو پیش خودت همیشه نام خدا می تو تر تازه دخترا ایت کش دخترها دخترای دخترا دیش فرق نمیشه خلاصه دیوانه آمد که مرا اینا را دو تا ریلا کردم در خانه و رفتم در خانه که باش اینا در ددرایش شنا بکنم خلاصه نان جور کردم عزیزان برای شو نمی فهم یادم نیست شروع جور کردم به نظرم که اینا نان در اینا دخترها را گفتم من برون پیش کور بشنم و پدرت که نگویا که آه مر اینا جدا کرده و در این خانه نمیاره خود روی موی نمی گرفته ما مردم عزیزان رفتم در سر دسترخان اینا گبایشان از زده باز گفت خو عروسی ماما خو خلاصه تو از کل گپ خبر شدی و خنده کردم گفتم از کدام گپ اینه که بچه مامای ما از ما پول قرض کرده خبرداری که پول قرض کرده یعنی خودشم پول ندارم ما پشت پول آمدیم گفتم خودش ابو بوجی میخوایی که بوجی میارم در دا داخل بوجی بنداز ببر اگه هم تو میبری گفتم ببر، ما پیسه ما ایستا کفتو ندارم که برای تو به تماجی جمع کنی گفتی خو نداره ای از ما پیسه را دو ماه گرفته دو ماه خلاص شد سه ماه خلاص شد ما او پیسه را کار دارم <تصفح> گفتم ماجی پیسه را برای بچه ما زن گرفته که برای داده که علامه از ما بگیری خوش شما زن و شوهر استین، بین خودتان حل کنین مره گفتم آجی کار نکو که اینم دمی شوی ششته بود گفتم دمی شوی تو رو دمی از خانه بکشم تو رو در کچه روان کنم دیگه چیز نگفت خلاصه من آمدم در این خانه که مردک آماد یک کم سرسدا و فوش و ناسازا گفت که چرا تو گفته گفتم راست میگم پیسر دمه دادا که آمده میگه پیسر بودی هر اشتباه و غلط و کارهای احمقی خودت میکنی باز در سر ما میکنی خو عزیزان خلاصه مای جنوری بود اول نه جنوری نشده بود اینه مای دسامبر بود اولای دسامبر کی دوباره کت اونا به هم زد و اونا بیادر اوی را زده بود و لط کرده بود که دیگه نه در خانه ما و خوارش را زده بود و خوارش را گفته بود دهی گفته بود وقت ما را کردیم و دیگه کت, کت تو به هم خورده ای دوباره یک دختر دیگر در یک جای دیگه پیدا کرد که او جمع رفته بود در گفته بود من زن ندارم زن ما زن من اینجا نیست زن من بسیار پیر است در ایران است این من یک خوار دارم که او همیشه زندگی میکنه در خانه من دیگه کس دیگر ندارم اولاد هم کلش ایران است اینا گفته خب خوار تا بیار دخترم شویش مرده بوده یا طلاق گرفته بوده او نام از ایران آمده بوده نزیزان که آمد در خانه گفت من یک دختر را پیدا کردم برو امور ما... تو برو, برو بگی من خوارش هستم که او را دمه بتا بعد ما برای شما پاسپورت میگیرم شما را ایران روان میکنم تا یک چهار ماه پنج ماه شما که ایران رفتین برو خوب بگرد باز تو که از اوش آمدی و دیگه بعد از او دیگه چهار ماه پنج ماه که تیر شد دیگه او به هم زدن نمیتانه دختر بسیار خوشگل است ما گفت خیر است ما را بریم بگی تو برو تو بیز اولادایت دوست داری که تا اولادایت خوش هستی ما شما, شما ایران عزیزان ما پیش از هم تصمیم گرفته بودم که هر رقمی شوه ما باید ایر از پیشی بگریزم ما از پیشی باید فرار کنم که ای را بانم دم زندگی خودش که به خاطری زمینی که ما خریده بودم از مامای می سودا کرد لد و کوب میکرد بچه کلان مر اجده خانه نمیماند ماند ای قدر میزد این زد اینمی زنا که ایر دایی ای نمی گفتی در خانه کربلا جور میکرد یعنی زندگی نم در کوچه کل را میشناخت به خاطر که بسیار یک آدم پست و بشرف بود عزیزان دیگه من تصمیم داشتم که از پیش بگرزم یک رقمی که برایم ولی چاره نداشتم و مانده بودم که چی تو من بگرزم چی تو چی کار کنم ای که گفت من شما رو ایران روان میکنم گفتم به خدا اینمی بهترین راه هستم که خودی برای من پاسپورت بگیره خودی رو در تیاره بشانه اینی ای ما روان کنه <تص> گفتم سهیستم من زن برای تو میگیرم به شرطی که تو ما رو ایران روان کنی گفت سهیستم خانه هم خانه که داخلش میششتم هم سودا کرده بود عزیزان من که یک روپیه از او خانه در من نداده بود یعنی خانه را در چند هزار دلار عزیزان خانه است مفت یعنی بهترین خانه را او وقت در مزار او خانه 25-30 هزار راحت قیمتی پایان او بود خانه را رفته بود 18000 دلار که 20000 دلار خانه رو سودا کرده بود یعنی 335 می خرید عزیزان و خاله را. کی رفته بود را نمیفهم یا 25 سودا کرده بود یا 20 که در پیش ما 20 گفته بود 20000 دلار اینی مفت میداد یک خانه را یک مثال یک خو عزیزان چی بگویم دیگه رفتم گفت خو گفتم کجا هست گفت خانه شان در بلخ هست بودیم بسیار هوا یخ بود عزیزان سرد بود دیگه صبحش گفتم صبح که اولادا رفت طرف کارش ما تو موتر بگیر میریم دختر خودم میبریم گفتم میرم مده اونا میگم که من خوارش هستم آ تو بگو که خوارم هستی که پشیمان نشه و بسیار دختر خوشگیل هسته باز که بخیر که تو پس آمدی از ایران خوب کلگی میفهم زنی مقبولی ما تو هستی زن خوبی ما تو هستی تو ما به خدا اگه تو زن پیدا بتانم تمام عمر تو مرا کمک کرده و تو مرا درک کرده و هر خلاف قالی ما کردیم که حال چاپلوسی میکنه دیگه تو خلاصه چای خوردیم گفتم برو مادر بیار ما دیگه تیار شدم ما رفتیم ساعت تقریبا نه یادم نه هسته که ساعت نوی صبح بود که ما در موتر ششتیم رفتیم ای زنگ زده بود دونا اونا که نه خوارم میایه در سری را دختره که خوردم هم میگه اوش اوش که مره پدر نگوی خو مره ماما بگو بازی طرف تو سعی میکنه میگه چیز نمیگم تو میگه که نه بچه باز از اونج که آمدی برای تارسک میخرم خو گودیگک میخرم بر اگه تو نگفتی اگه اینه خاطر که تو اگه من با, با پدر بگویی اونا دختر در من این دختر طرفش چپ چپ میبینه که باز زن میکنی او زن دیگر خو رسوایی که دیرم باز میگیری دختر این قگک بود باورتان میشه شش ساله بود بازدن میگیری میگه نه برای تو مادر میگیرم مادر نو دانش نقا بچه برای تو مادر نو میگیرم تو کدی مادر برو ایران بگر چکر بزن برو قومای ببینین چکر بزنین تمام ایران باز از روشه که بخیر پس آمدی ممکن است موری های طلاق بتم یا کم باشه کنیزی تان است کارهای تان میکنه دیگه ایش چی دیگه من از درون اینمی تو آتیش است آتیش یعنی در درونت که بسازم کار تو بکنی خانه را تو جور کنی زندگی را تو جور کنی اولاد تو جمع جور کنی در بین تمام بسته قوم و فامیل توی چتل مردار تو بو پوشانی کارایش یعنی کسی نمی فامید عزیزان در کسی نمی گفتم می شرمیدم یعنی باور به خدا کنین از کارای ازی حتی مادرم در مادرم نمی گفتم به خاطر می گفتم مادرم یکم آدم های ساده قدیم هستن پیش هر کس برا بیشنه. مردم بگوید که خویش چی مشکل داره که کتی قواره و قیافه نی قواره داشت عزیزان نی تربیه داشت نی آدم وری باور کد ما کارد یاروسی را اینه تمامی بسته کسایی که میشناخت کاردی زنانه روان میکرد اینه ایر خبر نمیکرد باز میگفت چرا برای شما را خبر میکنه من خبر نمیکنه من چی میفهم زوری وقتا ما را نمیمان میگفت من خبر نکده نرین چرا شما را خبر میکنه اینی نمیشناخت کسی را چون یک دیوان خوی دیوان قواریش هم دیوان آوری بود خو عزیزان رفتیم در خانه دختر خلاصه بلخ از جای ما نمیفهم چقدر قرار بود بسیار را بود در یادم یال نیسته که یک قشلاق بلخ عزیزان رفتیم رفتیم از مزار شریف بیرون که در یک قشلاغ. یک دروازه را تک تک کرد یک خانمه اگه تو گرد دانشه گرفته اومد در آواز کرد بفرمایین یعنی به لفظ مردم ایران از ایران آمده بودن بفرمایین خوش آمدین دیگه خلاصا ما رفتیم در خانه شیشتیم که بخاریگه گرم کردن و دختر خورد مرا به بسیار یخ کرده بودم یک گوشه من شیشته و طرف این نمیرفت که امو که گفته بودوش که مرا بابا پدر نگویی این دمو بعدش آمده بود خب که مادر آروس آمد که سلام علیک کرد شما خواری استا میشین گفته ما من خواری وسته هستم آی خوارم هسته باز میگه نام خدا خوارت چقدر مقبول هسته یه شما دوتا یک رقم نیستین باز طرف من میبینم میگه آه خوارم هر کس میبینم میگه خوارت مقبول هستم. من خنده کردم گفتم خاله جان خب کلی خوار بیادر ها خب یک رقم نیست زیادتر بیادر ها مقبول است خوار هایشان بدرنگ آلی که خدا مرا مقبول جور کده بیادر ما بدرنگ خب چی کار کنم میخندم تو میگم چای آوردن گفتم خب آروس ها بیارین که ما ببینم که در آینده زن بیادر هم میشه بخیر ای را زن بیادرش آورد دیدم که نام خدا یک دختره که خوب اما تو مقبولک دخترک تقریبا یکان 25 ساله ایره دیدم گفتم والله و خدا خوب دختر هسته طرفی سعی کردم گفتم که نام چی است گفت سکینه سکینه گفت دقیقه گفت یک چیز هم گفتم نام خدا چی تو عارسی نکرده که مادرش از دانش برامد گفت نه دختر مارسی کرده اما گفتیم ده بیادرت که آروسی کرده ولی شوارش مرده این اولاد یک دانه داشت اولادش اونا گریفتن که ما طرف افغانستان آمدی گفتم کی گرفته گفتم خوشویش نا گرفتن که ما اولاد بچه ما نمیتیم بچه ما را که شما ببریم ها عزیزان یعنی <تصفح> بی غیرتی افغان ها بعض دور از خوبا در کجا معلوم میشه که یعنی زنش مجبور میکنه که در پیش یک زنی دیگه برو تو بگو من خوار ازی هستم که او را من سر تو بگیرم عزیزان من قدر طلا داشتم در افغانستان خب اینا خب بسیار کم است طلای مز... افغانستان چرا طلای کلش طلای عربی بود که من ما... یعنی دست من خو رسمی خراب بود یعنی اینجا خود رسم نیستن که قگه اگه آدم میگیره به خاطر که خوش آدم میایه این از همه که پور بود تا همه جا تو چوریای... دبل دبل عزیزان دهی دستم انگوشت های ما پرو بود یک زنجیر بسیار مقبول داشتم این همه قبود بسیار مقبول زیبا این زن که تلای مردی دید و دیگه کرد و خوب خودی از ایران آمده بود از ایزان من که بندای خدا روزگاری نداشتن ولی خوب مردم بودن خدایش خوب مردم بود که یعنی بسیار طویل گرفتن خیال کرد که من خوار ازی هستم یعنی چشمای ای اینا از کاسه سر اینا در آمده بود دخترم من دس بند و انگوشتر و تلا و دیگه خیال کرد که اینا این مردکه پاچه است خوهر که تو هست از ما پرسان گرد گفت, گفت شوید کجا هستن خندیدم گفتم شوید من خارج است گفت خو نام خدا همون تو که قبر تلا روان کرده گفتم ما این همونی در خارج, خارج چی کار میکنه بر ما پیسه شروان میکنه بسیار آدم خوب چه قادم خوب گفتم این بیادرمون خوب آدم هسته در آینده بره دخترتان بسیار شوی خوب میشم خلاص عزیزان رو برازه خواستگاری کردم و قرار شد که ایران ای شیرنی خوری کنه ولی من در اینا گفتم شاید در شیرنی خوری دخترتان من نباشم من ایران میرم یک چکر خوب گفتی بیادرد میگم زن دارم زنم پیر مریض است در ایران است گفتم آه زنش در ایران است زنش به خاطر مریض است پیر است بسیار او ایران رفتم ما ایران میرم گفت خو خیش شما نمی باشی رسی شیرنی خوری گفتم نه خاله جان ما قرار است یک سفر چکر ایران بروم اوجا خوشو خسورم خسور بروم اونا رو ببینم خو خیر است خیر باشه بورین گفتم مقصد اینه ما خواستگاری آمدیم کل چیز خلاص شده دیگه و با خیر باز شیر نخوری میکنین بانش که بیا بوره کالامالا بخرن بخرین دیگه کنین که خلاص عزیزان که ما ما که از اوجه بر برامدیم زنی بیادر ازی گفته که ما باورم نمیشه که زن خوارزی بوده باشه اینا گفته چی تو گفته در دا پشت در وقتی که ما واز میکردم دره یک سره میگفت سایکو کن بر از دانت نبرایم ما فقط بیادر بگویی که خوشویش البته میگه که اولی که میگه شاید یاروس هم تو میگه باز پسانی را میگه که او که کتوت آمده بود خوارت بود یا زنت بود که میگه نه زنم است گفته ما باید بریم از کوچه پرسجو کنیم از جایی که تو میشینی ما پرسوجو کنیم که زن تو کجا ما دختر ما یک دفعه بدبخت شده ما نمیخوایم دختر ما دفعه دوم بدبخت شود عزیزان یک سایتایر میگفت در کوچه ما میشیشت قماندان قدیمی بسیار یک آدم خوب بود یعنی کلان محله بود اگه مثال یگان جایکا که دخترا را کس خواستگاری میکرد نمیداد باز سیتای را میبرد بسیار یک آدمی فهمیده و آدمی عاقل بود که دمو راسته ما میشیشت. یعنی یگان دفعه که از طرف تلویزیونی طلو میامد دیدنی کورس و از طرف پروژه های خارجی میامد عزیزان یه رو هم ما صدا می کردیم چون کلان محل بود همیشه ام من می گفتم سیطایی رو خبر کنین که کلان محل است شناختی داشت از ما ما مینا رو می شناختیم. یعنی آمده بود ده کوچه کتیکی سر خورده بود گفته بود که ما یک نفر را فلانی نام می خواهیم خانه شا ببینیم کجا هست خانه امی آدرس را گرفته آمده بود یه گفته بود اینی خانه شا است گفته بود بیا در تو اینا رو می شناسی گفته بود آه. گفته از کجا میشناسی چی شناسیت داری امون مادری دختر کتی پدرش آمده بود گفته بود که امین نفر که اینجا میشنه گفته بود زنی دمی منطقه کلان تقریبا نماینده زن هسته. بسیار اینا یک مردمی روشن فکر هستن منطقه اینا زنها را کمک میکنن اینا دخترها را کمک میکنن بسیار کورس کلان دارن گفته بود کی گفته بود زنی امی مردکه گفت مگه مردکه زنش گفته بود ها که بچه خورتره که من از اوجا تیر میشده گفته این یا بچهش هسته او بچه پدرت کجاست؟ هسته تایر گفته بود ای گفته بود. پدر من از نامده وی گفته بودی که میگه زنم در ایران هسته نه زنش هم امروز گفت من دیدم در دا خانه در آمد گفت خوب شما چرا؟ می بیادر شما میشناسیم که ما میشناسیم چرا؟ چرا تو میپرسیم؟ فکر هیچی بیادر در آمده بودیم پرسجو کنیم همین مردکه خواستگاری دختر ما آمده هی hey, گفته بود به پدر این لوچک نالت گفته بود یک زن داره که یعنی بستر منطقه آرزوی همچین زنی را داره یک فکر روی یک خوب و یک در منطقه یکان کلان ها که میایی مایی رو میگیم بیا گب بزن گفته بود یگان جایا که میرن از, طریف از طرف یعنی همین نماینده زنا او از طرف امی پروژه ها گفته بود ما این روان میکنیم کلان منطقه به خاطر یک زن زی گفته بود یک اگر در آینده اگر بخوای نماینده زنا انتخاب شوه از منطقه مزار ما می‌خوایم میره نماینده مزار کنیم عزیزان ما ای زن و شوی در سر رویش میزنن خانه میرن خانه میرن بین خودشان میگه بون دفعه دیگه بیای که ما رو چی میکنیم خب عزیزان که فردایش بوده میره یا عموم روزش بوده میره ای که یک جایی که اینه تو بود اینه صبح جه بود مزار بود شام خوده در سری پول میرسند نان در سری پول میخورد عزیزانی ما از نزموج پس میخست خود نصف و مزار میرسند اینه کرم, کرم زدگی وری میجون بید خب عزیزان ما ای که در خانه اینا میره مردکه در